اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. عرض ادب، احترام. ما جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که امام صادق علیه السلام یا دیگر معصومی که این دعا رو ما از ایشون داریم به ماجرای حضرت موسی که میرسن، با وجود معجزات فراوانی که میتونستن نسبت بدن و در قرآن هم داشتیم، مثلا با عرض کردیم مثلا آن موسایی که برایش دریا را شکافتی، اینو انتخاب نمی کنن، بلکه میان موسایی که حالا اسمو نمی برن اما میدونیم منظور حضرت موسی است که برادرش رو برای او جانشین و وزیر قرار دادی. شما جایی صحبت میکردیم و شباهت های عجیب قریبی که حضرت هارون و امیر المومنین علیه ما سلام به هم دارن. اونقدر که امیر المومن و هارون به هم شبیه هن، حضرت موسی پیغمبر به هم شبیه نیستن. یعنی توی بررسی تطبیقی شباهت هست بین پیغمبر حضرت موسی، اما در هارون یه خیلی بیشتره تا امیر المومنین. و این اصلا یک اشاره است که به مسلمان ها برید آیات مربوط به هارون رو بخونید و حجتیست برای اهل سنت این آیات. اینو بدونید، خدا رها نخواهد کرد. اون عزیزی که میگه چطور بعد از پیامبر، یعنی شما این که میگید نمیدونم قصب شده خلافت امیرالمومنین، این توهین به پیامبره. یعنی پیامبر نتونست 4 تا آدم پرورش بده که بعد خودش جریان رو نگه دارن. دقیقا این شبهه به طریق اولا به حضرت موسی هم وارد. نتونست 4 تا آدم پرورش بدی، 30 روزت شد 40 روزی اینا شوریدن، در حالی که آمارهایی که تورات میده از جمعیت مهاجرین از مصر به فلسطین 600 هزار نفره، 700 هزار نفره. ما بگیم اشتباه، خالی بستن، خودشون خواستن زیاد نشون بدن. 100 هزار تا، نصفم نه، یک ششمش کردم، یک هفتمش کردم، جهنم و ضرر بذارید بهانه ها تموم بشه، معامله جوش بخوره. اونجا چرا؟ اینجا نمیشه. آیه قرآنه. آقا قدیر چند نفر بودن؟ 100 هزار تا بودن، 30 هزار تا بودن، این اختلاف نظر دیگه. اصلا 30 هزار تا بودن، خوبه؟ قابل مقایسه است. این دیگه آیه قرآنه. حدیث بود، حالا علت قدیر چی بود فلان، که دیگه آیه قرآنی که. فلذا دقتی باید. اگر امیرالمومنین نبأ عظیم خبر بزرگه، میشه خدا راجع به یه ناقه صالح سوره داشته باشه، آیه داشته باشه، بر راجب خبر بزرگ هستی آیه نداشته باشه؟ یا ایو هر رسول بلغ ما اونزاره، ابلاغ کن، لعن تهدیدی میشه اگه این کار نکنی، رسالت رو انجام ندادی. چه پیامیه؟ یعنی آیات آیاتیست که باید با دقت خوند اینها رو. و عجیبه دیگه اشتراکات. عرض کردم این خودش موضوع چندین جلسه سخنرانی. من نمیخوام از دای ندبه منحرف بشیم، خیلی فاصله بگیم، تنه اصلی دای ندبه است. ما روی شاخه ها میایم دوباره برگردیم. اینه، این خودش قصه بسیار مفصلی است. و دیگه داخل کد میگم، با کد میگم، این که علاوه بر این که موس هارون شبیه امیرالمومنینه، کسایی که جلو هارون ایستادن هم شبیه کسایی هم که جلو امیرالمومنین ایستادن. به طرز عجیب غریبی، باور نکردنی، معجزه‌وار، معجزه‌وار که ما روایت داریم بابت این و سند داریم و قرائنی داریم هم در قرآن، هم در روایات ما، هم در تورات. یعنی اشاره‌ای که اینجا صورت گرفته اون طرف چی؟ عجیبه واقعا. اینکه اینجا مثلا اون کسی که مخالف حضرت هارون بود و قیام کرد و حق او رو گرفت و ادعا کرد سامری نامی بود، این در بین یهودیان سامری کیه؟ آیا اشاراتی هست یا نه؟ سالها میدونید یهودیان میگفتن اصلا این حرف اشتباهیه، چون شهر سامره
سالها، شاید 500 سال 400 سال بعد از موسی به وجود اومده، حالا کمتر بیشتر. چطور میشه این نفر منتسب به اون شهر باشه، سامری باشه؟ و در اینها نکاتی است که بخشش رو نمیشه گفت وحدت به هم میخوره، بخشش هم از این موضوع این جلسه دوره. خب میگم فکر نکنید من اینجا یه دری رو باز کردم خدمتون، دیگه وقت بخواد دادم باید بری یه سالونی و یه تالار این طرف باز شدن باید وقت بذار ببینید بعدن چه خبر. بله، هارون در غیاب حضرت موسی جانشین او شد. اون هم فکر کردن حضرت موسی مرده، چون موسی گفته من سر 30 روز بر میگردم. شد 31 روز، تا روز 30 اینا خوب بودن. روز 31 دیگه این به ذهنشون افتاد که بله موسی مرده. و شبهای دهگانه، دقت کن، شبهای دهگانه انحراف شروع شد. عرض کردیم این ده با موضوعیت شب نماد انحراف است در قرآن. یه والفجر و لیال عشر. اول اون چیزا نشون میده خدا سنت های الهی رو باید بشناسید. خدا اگر از همون اول سختی را به ما نشون بده ما نمیریم، گولمون میزنه. میگه والفجر، ببین خورشید طلوع میکنه، دهنتون هم قبلش سرویس میشه و لیال نشر. اول اونو نشون میده و یعنی نمیده. الان شما با یه قشرید خوردید به هم ناراحتید دیگه ها، یه قشر نوجوانی که میگه آی چیکار کنم، چه خاک تو سرم کنم، چرا اینجوری شدن، درسته؟ قبل این اتفاقات فکر میکنه خدا همین نشون ندار؟ گفت سلام فرمانده، بچه ها دیدی؟ حالا واشتید اینجا. آره، یعنی کار نکردی کار بکن. لآیات لول الالباب، دور تا دور ما را خداوند داره با ما حرف میزنه. باید اومد به آدم فهم بکنه، آدم بفهمه. فرق یه مؤمن با غیر مؤمن در یکی از فرقای اصلی در حکمت اوست. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، برگ به اذن خدا از درخت نمیافته. بعد شما نسبت به اتفاقات خیلی بسیار بسیار میلیاردها مهمتر از افتادن یه برگ، چطور در این نشانه هایی نیست؟ میشه نباشه؟ ما باید به خودمون برگردیم، ما باید خودمون رجوع کنیم. میگه و وعدنا موسی 30 لیله، ما با موسی 30 شب وعده کردیم. چرا نگو 30 روز؟ این خود این لفظ شب نماد نبود خورشیده، نماد، یعنی میشه توی 30 روز دیگه ها. بله نکاتی هستش که ولی شب زنده داری شب خوبه، نمیدونم چی چی اونا قبول دارم ها، این که چیز ظاهره اصلا بگذاریم. بعد اینجا معصوم فرماد که والفجر مهدی و لیال عشر من الحسن الا الحسن، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری، ده تا امام و شفع و الوتر. اینجا معمیرمون از زهرا اشاره میشه، یعنی 14 معصوم ذکر میشن. میگه خب علی که در همون حکومت 5 سالی ظهور و بروزی داشت، پیامبرم که قبلش به حکومت رسیده، این دو نفر دیگه بعدیا نرسیدن، من الحسن الی الحسن و آخری هم والفجر طلوع میکنه. اینا برای چی میگه؟ این سوره سوره امام حسینه. میگه دیدی امامو تکه تکه کردن، نترس ظهوری هست. این شبه های دهگانه که شروع شد، اینا انحرافشون شروع شد، حمله کردن جلو در خیمه، چون تو بیابونی بودن، اینا خونه نداشتن، خیمه ای زده بودن، داشتن در حال مهاجرت بودن دیگه، ریختن جلو در خیمه هارون، همسرشو پرت کردن اون طرف، خودشو گرفتن بستنش. اتفاقات عجیبی افتاده. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این قوم منو ضعیف کردن، نزدیک بودن بکشن من، بهشون گفتم بود نپرس.
الا تشمت بی الاعدا، دشمن شادمون نکن جلو اینا. من به حرف تو عمل کردم، اینجا این شاهکار اینایه. الله اکبر، میشه یه نفر آیه بخونه بعد تردیدی تو دلش بمونه؟ من به حرف تو عمل کردم که گفتی وحدت تو قومت حفظ بشه. حرف حضرت هارون تو قرآنه، من به حرف تو گوش کردم گفتی وحدت از بین نره تو قومت. یعنی منم بلد بودم شمشیر بکشم. دستور اصلی تو مهمتر تو این بود. و حضرت موسی تایید کرد. لا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما دو تا رو جدا کنین و فاسقن. تمام مناسب حضرت موسی بر برادرش حضرت هارون هم بوده، جانشینی شده. هر چی موسی تا دیروز میگفت اینا باید گوش می‌کردن، هر چی هارون بگه باید گوش می‌کردن. اصلا با عبارت خلیفه استفاده کرده حضرت موسی بر هارون. یو جانشین منه بعد من. و اگر بعد از حضرت موسی زنده میماند حتما جانشین میشه. و گفتیم تو اون حدیث منزلت میفهمد الا تو هارونی بر من، الا اینکه لا نبی بعدی. دو تا نکته داره، یکی تو نبی نیستی، دو بعد من هستی. بعد من هستی چون هارون بعد موسی نبود. این دو تا فرق ببین، تا جز تا دیتیل پیامبر فرموده. پس همانطور که هارون شریکه، گوش کنید، شریک پیامبر، پیامبر خود اصلی یهود یعنی حضرت موسی در امر رسالت بود، اینجا امیرالمومنین هم شریکه این مأموریت. دقت بفهمید، یعنی موسی و هارون رسولان، دو رسولند. اینجا هم همینه، رسالت بعد از پیامبر بر دوش امیرالمومنین مأموریت رو ادامه میداد. و من برای تنزیل جنگیدم، تو برای تحویل باید بجنگی. من برای اسلام و کفر جنگیدم، تو باید برای ایمان و نفاق بجنگی که بسیار سخت داره. همین الان اتفاقی در کشورمون افتاده، این چقدر سخته. یه موقع از دشمن خارجی بوده، کشته اون جنگ شهیده، همه ما رو سرمون میزنیم. میبینید موافق و مخالف، اما میبینید کشته این جنگ مورد قبول یک دست است فقط. چرا؟ چون این جنگ درونیه، این خیلی سخت میکنه کارو. یعنی اصل کار من به شما بگم، من رو دوش علی ابن ابی طالب. اسلام کف، هبل بپرستیم یا نپرستیم، دختر زنده به گور بکنیم یا نکنیم، بدیهی بود یعنی. اما کار پیچیده شد. اون طرف زن پیغمبر توی جنگ، این طرف داماد پیغمبر بر مردم، اون طرف صحابه پیغمبر طلحه زبیر کی، این طرف هم یدی از صحابه پیغمبر. اون ور یا نماز جماعت میخونن، این طرف یا نماز جماعت، صدای اذان از اون ور بلند میشه، از این طرف هم بلند میشه. سخت کرده بود کن. هارون دومین شخص بعد از موسی در میان بنی اسرائیل بود. امیرالمومنین هم همین، دومین شخص اسلام امیرالمومنین. خب هر چند ادعی دنبال اینه که چیز دیگه بگن، اما خب واقعیتش اینه تک تک بریم بررسی کنیم که باز بسم الله. خب تو چی بگیم؟ خصوصیاتی از آدم، یه خصوصیتی، هویتی بهش میده دیگه، وگرنه همه گوشت و پوست و استخونیم. چی میشه؟ یکی میشه مثلا اونم شمر، یکی میشه امام حسین. یه خصوصیت هایی دارن دیگه. کسی خیلی در مورد نمیدونم قد و قواره و نمیدونم چشم و ابرو اینجور چیزا کسی هیچ حرفی نزده. خب بذار ببینیم خصوصیت چیه. شجاعت دارید، بسم الله بیارید. قضاوت دارید، بسم الله بیارید. بارها خلیفتون گفت لولا علی لهلک عمر، علی نبود که عمر هلاک شده بود. بارها خودش میگه که هر جا گیر میکردن علی. آقا اصلا برای عرب این مهمه که نسبت با پیامبر مهمه.
اگه نزدیکی به پیامبر از نظر نسبی بسم الله از علی نزدیک‌تره. مثلا در بین عرب‌ها خاندان پدری، پسر عمو، بنی اعمام میگفتن، خون میدادن برای هم دیگه. خب پیدا کنید بیارید دیگه چی؟ علم انا مدینه تولم و علیون بابا. یعنی یک مورد نمیتونید پیدا کنید، یک کس دیگه بالاتر از امیر امام بود. هارون برادر موسی بود و اینجا دیدیم چقدر عجیب. هارون ببین، موسی که هارون صدا میکنه میگه اخی، یه داداشم، اما موسی هارون میگه اخی، برادر من. هارون موسی رو میگه یبن ام، پسر مادرم، که احادیثش رو جلسه قبل خوندم. ببین چطور اعجاز قرآن، یعنی همین، یک جوری داره صحبت میکنه که هم ماجرا هارون رو میگه هم ماجرا امیرالمومنین داره میگه، که فاطمه بنت اسد رو پیامبر مادر میدونست، مادر خطاب میکرد، امه بهش میگفت. روایتش رو براتون خوندم جلسه قبل، مادری کرده بود از بچه که بزرگش کرده بود. خود پیامبر میفرماد که من میدیدم از دهن بچه های خودش میزنه برای من، اول غذا برای من میکشه، بیشتر برای من غذا میذاره. اما این که موسی هارون را برادر میخواند، اینجا هم دقیقا پیامبر امیرالمومنین را برادر میخواند. ان هذا اخی و وصی و خلیفتی، حدیث یوم الدار. من صحبت برادری بود اصلا اونجا. او کدومتون دعوت منو قبول میکنید؟ هیچ که حرف نزد. سه مرتبه یه نوجوان دستش میبرد بالا میگو من. ان هذا اخی و وصی و خلیفتی، اشاره میشد. به تواتر در کتب شیعه و سنی ما در مورد حدیث مؤاخات داریم، حدیث برادری. اینی که هم بسیار هم امروز بتونیم صحبت کنیم بازوش خیلی خوبه. این از اون مسئله که خودش بعد یه سرفصل جدیه، بعد بشه آدم ده جلسه راجع به این حرف بزنه که مؤمنین با هم برادرن، نمان و مؤمن اخوه. یعنی چی؟ برادری یعنی چی؟ یاد بگید از پیامبر امیرالمومنین برادری کردن، که اگر اینجوری برادر می بودید ظهور شکل گرفته بود، اگر اجتماع قلوب می داشتید ظهور شکل گرفته بود، صبح تا شب دارید زیرا به هم می زنید، صبح تا شب دلچرکینید به هم، حتی اگه به کلام نیارید، قلبتون رو صاف نکردید به هم نسبت به هم دیگه. برادر؟ نه، شما برادر کشتگی با هم دارید، پدر کشتگی دارید، اینه معصوم از خود. آقا چرا ظهور شکل نمیگیرد؟ ساعت‌ها، هزاران ساعت سخنرانی شده، حرف زده شده، کتاب نوشته شده. آقا برید از خود اصل حضرت بپرسه، آقا جان هم زمانت چلا، آقا چرا ظهور شکل نمیگیرد؟ اجتماع قلوب ندارید. کارشناسی خود هم زمان اینه، هیچی دیگه نمیفرماد حضرت. اصلا نه با سنی ها کار داره، نه با مسیحی کار داره، نه با جهوده کار داره، نه نمیدونم مثلا ترامپ اینجا بیاد مسئول بشه اونجا، نمیدونم کی با اینا چی کار داریم. شما پاکار باشید. یا اگر اجتماع قلوب میداشتن بر وفای به عهد ما، یعنی در دین خدا، عهد اهل بیت چیه؟ جز دین داری؟ چجوری میخوای به امام کمک کنی؟ طرف رفت خدمت امیر المومنین، میخوام کمکت کنم. کمک کن که آره، فعین رو بلور اول جهاد الافت بسد، عفیف باش به من کمک کردی، مجاهد باش به من کمک کردی، میره به باد میگه من روز پدر مادر، روز مادر برای چی بخرم؟ تو آدم باش. همینه دیگه، تو آدم باش، من هیچی نمیخوام، تو آدم درس تو بخون، من هیچی نمیخوام. ما اسألکم علیه من اجر، اصلا جزی نباید بخواد. در مورد این مؤاخاتی کمی حرف بزنم، چون یه صیغه برادری هست که روز قدیر میخونن. این چیه؟ برادر خودتو اون دنیا نمیشناسی، اونی که باش صیغه برادری خوندی رو میشناسی. اینو بدون این ور 70-80 سال عمر کنی، اون ور یه ابدیته، الا اینکه با برادر ژنتیکی خودت هم صیغه برادری بخونی. حتما باید صیغه برادری بخونی، نه در عمل انجام داده باشی.
حول اون شبکه که عرض کردم جلسات اینم سوم چهارم بود چند دومه همین داین دو بود مثلا شبکه ولایت باید شکل بگیره بین شما که ولایت هم درش تبعیت نهفته است هم محبت اینا توامانه و در واقعیت هم اینه ما کسی دوست داشته باشیم برفش گوش میدیم و آرام آرام ناخواسته در قلب ما تبعیت میاره متوجه شدی بعضی ازمون اینجوریم مثلا با یه رفیقمون یه مدت میچرخیم خنده‌مون شبیه شده تکی کلامشو گرفتیم میگه من چه جو محبتی تو حالا کیه شرط اینه هر کدام از دو طرف عقد دیگری را بر هر چیزی بر همه چیز ترجیح دهد در حاجتی او را بر دیگران مقدم بداند در رفع حاجتش بکوشد نکن بگه که ذهن تو رو درگیر کنین الان برادرم هم مثلا بچهش الان این مشکل رو خورده ذهن تو هم باید خونت درگیر باشه در اعمال مستحب رو شریک گرداند یعنی دائم به فکرشی دیگه رفتم اینجا زیارت آخ داداشم اینجا نیست جاش خالی یه دو رکعت نماز برش بخونم مادر بچه اینجوری میگه مثلا خانواده گلون پایین نمیره بچه‌ام امروز اینجا نیستم این غذا رو میتونم بخورم میگه این اتفاق باید بینتون بیفته تو عبارت عربی این صیغه این دو برادر هر حقی رو از گردن هم دیگه برمی‌دارن هر حقی رو از گردن جز دید و بازدید دعا کردن و شفاعت در آخرت این جز این هر حقی رو برمی‌دارن مثلا پشت سر من هرچی خواستی تو بگو من رضایت دارم متوجه شدید این یه تیکه رو کلیپ کنن من بابام در اومده آره. ارث نمیبرن محرم هم نمیشن آدو تو مرد محرم شدنشون چی؟ نه بیگه این خواهر تو به تو که محرمه ما هم داداش بشیم به منم محرم بشه این نه این نیست این چیزا بین آقا و خانوم هم نیست جسارتن برای اینا رو توجیه این محارم گفتیم یه خاطری از دوران پیش دانشگاهیم تعریف کنیم یه درسی داشتیم هم درس دینیمون یه بخشی داشت محارم رو داشت یاد میداد گفت این محارم نسبی هن اینا سببی هن نسبی خواهر برادر مادر بچه سببی به سبب ازدواج مادر زن محرم شد بعد من اون فامیله رو نمیگم یکی از این بچه ها دوتاشون یه فامیله داشتن نام خانوادهشون یکی بود بعد نه دیگه یاد بگم چاره نیست آره این فامیلشون رضایی بود بعد این دبیر ما برگشت ما شیراز بودیم اون سال درس میخوندیم بعد برگشت گفتش که خواهر رضایی هم محرمه رضایی یعنی چی؟ شیر دادن یه از آقا اینو گفت دیگه تا آخر سال این دوتا رضایی بدبخ شده بودن سر کلاس خب بچه ها ول نمی کردن آره از این محارمه اینا نداریم ما بگیم محرمیت این مثلا و خواهر تو به تو محرمه بعد ما هم داداش شدیم دیگه اونم به ما محرمه از این خبرها نیست فکراتون بکنید بس هیچ زن و مردم برای هم نمیتونم بین حالا چیزشو نگاه کنید عبارت عربیشو میگه من واقعی تو که فلا من برادرت میشم فلا و صافی تو که فلا و صافح تو که فلا و آهد تو الله و من و عهد میادم نگاه کن الله خدا و ملائکتهم همه ملائکش دیگه هست که نداره بگه فقط ملائکه فلان و چقدر ملائک داریم الله علم و کتبه قرآن زبور تورات انجیل یک کتاباشو و رسوله پیغمبر و انبیاءه رسول با نبی فرق داره اینا دقت دارید دیگه اینا رابطه شون عموم خصوص منوج خیلی ها اینا اشتباه کردن تو نه بله برخی از نبی ها رسول باشن به این معنی نیست که رسول از نبی بالاتره در بین انبیا چون ما رسول غیر نبی هم داریم یه نفر رسالت داره اما پیغمبر نیست یه فرشته
امیرالمومنین رسالت نداشته؟ نه به معنی نبوت. رسالتش خیلی هم مهمتر از خیلی از انبیا بوده. موضوع رسالتش نه، دقت بفهم، برای همین جدا میگه رسوله و انبیاءه و الائمه المعصومین. الا بر چی که انی ان کنت من اهل الجنه و شفاعه، اگه من اهل بهشت و شفاعت بودم و اذن علی به من اذن داده شده بود بن ادخل الجنه که وارد جهنم بشم، لا ادخلها الا و انت معی، وارد بهشت نمیشم الا اینکه تو باید با من باشی. ببین عجب پیمان خفنیه. چقدر شاهد من تو رو بده خدا رو اهل بندم، اولا صاف بشه بینمون. مصافحه یعنی صفحه به صفحه، باب مفاعل باب دو طرفه دیگه، همیشه مذاکره دو طرف هستن، معامله دو طرف هستن، معانقه اونق به اونق میچسبه، گردن به گردن، مصافحه صفحه به صفحه ها. بعد میگه برای همین دستمو تو دستت قرار میدم که آقا اگر اهل بهشت و شفاعت میبودم من این قسمو شاهد میگیرم وارد نمیشم الا اینکه وایستم مشکل تو رو حل کنم. جامعه دینی برادری اینطوری باید توش باشه، جوری اینها به هم پیوند بخورن، شبکه بشن، برادری بینشون شبیه که کل این با هم برن بهشت، یعنی واسطن اونور برای هم بجنگن اونور. آقا من حلش میکنم، آقا بذار بیاد من شفاعت میکنم. این اون طرف دیگه در مقابل میگه قبول میکنم، قبول توشو میگه. باز نفر اول میگه گوش کن، اسقطت عنک جمیع حقوق الله، تمام حقوقشو ساقط میکنم که گفتم بغیر از شفاعت و دعا و زیارت، تمام حقوق برادری به جز حق شفاعت و دعا و دید و بازی را از تو ساقط کنم. نفر دوم هم میگه قبول کردم، بعد دوباره حتما هم لازم نیست عربی خونده بشه، فارسی هم خونده میشه بفهمی چی داری میخونی، یا همینا که گفتم همین نکاتو متوجه بشه، کلمات فارسی جایگزین درستی برای عربیش باشه. دو تا خانم هم میتونن با هم بخونن، بله، پیمان برادری هم مثلا برادر، پیمان خواهری دینی، بله میتونن با هم بخونن، فقط عربیش خواستن بخونن این چیزاش بود عربی کنن دیگه، صافحت و کل صافحت و که اینطور منظور. حالا ببینید این سابقهش کجا بوده. عقد و اخوتی در مکه خونده شده بین مورخان، مشهوره که پیامبر قبل از هجرت به مدینه بین مسلمانان مکه که بعدن اسمشون شد مهاجرین، مدینه یا شدن انصار، جن کمک کردن به مهاجر، هیچی نداشتن، یک کیفشو برداشت رفت سفر، جا هم نداشت، اینا خونه هاشون رو نصف کردن اونجا، یه پرده میکشیدن توی خونه، اینطور به هم لطف کردن. عقد و اخوت بس در مقابل اذیت و آزار مشرکین خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود که این هجرت هم شکل بگیره. تو منابع تاریخی هم اومده بین کیا عهد و اخوت بس، چون که پیامبر هم این کار انجام میداد، یعنی میمدن میشه پیامبر، پیامبر دستی رو میذاشت دست هم دیگه براشون بخون، بین ابوبکر و عمر خونده شد، بین حمزه و زید ابن حارثه خونده شد، حمزه شهید، بین عبدالرحمن ابن عوف و عثمان خونده شد، بین زبیر و ابن مسعود خوانده شد، بین بلال حبشی و عبادت ابن حارثه خوانده شد، بین مصعب ابن عمیر و سعد ابن ابی وقاص خوانده شد، که این واقعا هم جالب این اسما کنار هم دیگه. بعدهای عقد و خوبت در مدینه داریم، 5 ماه به نقلی هم 8 ماه بعد از هجرت مسلمان به مدینه که اینا آمدن اونجا دیگه استیبل شدن، جاشون معلوم شد کجاست، پیامبر به اصحاب خودش فرمود که در راه خدا دوتا دوتا با یکدیگر برادر شوید. اینجا بین مهاجرین و انصار خوند، دقت کنید، یه دونه از مهاجرین و یه دونه از انصار حضرت، و داره تواتر تاریخی روایی هم هستین
قصه که آمده. برای همین بین ابوبکر و خارجت ابن زید انصاری خونده شد، بین عمر و عتبان ابن مالک انصاری خزرجی خونده شد، بین عثمان و اوس ابن ثابت خونده شد، بین ابو عبیده جراح و سعد ابن معاذ خونده شد، بین عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ربیع خونده شد، بین طلحه و کعب ابن مالک، بین زهیر و سلمت ابن سلام، بین سلمان فارسی و ابو دردا خونده شد، عمار یاسر و حذیفه ابن نجار، یه نقلی هم گفته ثابت ابن قیس. اینجا باز بین این نکته عجیبی اینجا وجود داشت. همین اینجا دیگه باید بین یک مهاجرین و انصار خونده میشه، پیامبر نمیذاشه. به اینجا شما میبینید خلیفه اول خلیفه دوم ابوبکر تو اون پیمان اول با همن، تو این اصلا جداشون میکنه، با برادری با اون بخون. امیرالمومنین نیست. گوش کن. و عجیب در مورد این رابطه بین مهاجرین انصار این بود که جوری اینا با هم برادر شدن که میگفتن ما از هم ارث میبریم، ارث میبریم، عین برادر واقعی. آیه نازل شد گفت نمیخواد ارث ببرید. این فقط برای اولو الارحام این ارث، برای واقعا اونه که از نسبت با هم دارید اینطور باید ارث ببرید. به بعضی فکر کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین ارث بردن به فک و فامیل نسبی اختصاص بده که سب کن. الان اونو میگم. یه اخوت عمومی سال 9 هجری بود، تنها شد 3 تا. اون پیمان برادری که سالهای اول برقرار شد برای هجرت نقش مهمی خب تو رابطه مسلمان ها داشت، اما یه چیز عمومی آمد. یعنی اول ببینید پیامبر ریشه های اینا رو کاشت، دونه هاشو کاشت. ببینید خب بین این دوتا وقتی این فرهنگ رو یاد گرفتن که دوتا با هم برادرن باید چی کار کنن در حق هم، یه فرمان عمومی اومد آیه قرآن حجر 10 انما المؤمنون اخوه، همه تون با هم همین رابطه رو داشته باشید، فقط از هم ارث نمیبردیم. این چجوری اجازه نمیدی کسی پشت برادرت حرف بزنه؟ پشت یک غیرتی. ببین یه نکته ظریفی هست، این لآیات درس عبرت، راه حل برای جامعه ای که دچار انشقاق میشه بیشتر از اوس و خزرج. 40 سال از هم خون ریخته بودن سر یه شتر، جنگ داشتن با هم، بعد اینها رو اینجور با هم برادر کنی؟ راه داره. ببین اول پایلوت انجام داده، فرهنگش یاد داده با آدمای مشهور اون موقع، راهش اینه با آدمای معروف اون موقع دیگه. این اسمایی که بردم اسم مهمان، چه تو مهاجرین چه توی انصار. بعد آیه جا افتاده سال 9 هجری. خب آره دیگه، آره سال 9 هجری پیمان عمومی همه تون حالا با هم همچین کنه رابطی دارید. انما المؤمنون اخوه. باز وقتی این آیه نازل شد پیامبر بین کسایی که به هم شبیه بودن دوباره برادری خوند، صیغه برادری خوند که بین ابوبکر و عمر، ابوذر و ابن مسعود، سلمان و حذیفه، مقداد و عمار، و بین خانم ها، بین عایشه و حفصه، بین دختر خلیفه اول و دختر خلیفه دوم، هر دوتاشون همسران پیامبر بودن، بین صفیه و ام سلمه اینطور خوند. در مورد حال امیرالمومنین چی میشه؟ گفتیم اینجا حالا یه خورده راجع به این صحبت بکنیم. مورد اجماع شیعه و سنیه. علامه امینی در القدیر 50 تا نقل فقط از اونوری آورده، از همسایه بغلی 50 تا نقل. جمع روایت شیعه و سنی 120 تا روایت مختلفه غیر تکراری داریم. خیلی ها حالا همون مرد اینجا بیان. قبل هجرت، قبل از ما پیمان عهد و خوبت بست که اسمار که گفتم، یه امیران اومد عشق از چشاش اومد پیامبر عرض داشت که میان اصحابت برادری برقرار کردی و من را با هیچ کس برادر نساختی. خب یه افتخار بود این برادری، این چیزی، یه کاری خوب پیغمبر خدا داره میگه، یه روش، یه کاری. پیامبر فرمود تو برادر خود منی در این دنیا و در آخرت،
گفتم نقلاش چقدر دیگه، 120 تا نقل مختلف. جای دیگه داریم فرمود ای علی آیا خوشنود نمیشوی که برادر من باشی؟ یا علی گفت چرا؟ پیامبر فرمود تو در دنیا و آخرت برادر من هستی. پس از هجرت وقتی بین مهاجرین و انصار پیمان و اخوت بسته شد، به امیرالمومنین که رسید پیامبر با خودش دوباره پیمان برادری بست. بجز با یکی از انصار این اتفاق بیفت. جنه جفتشون از مهاجرین هم. یعنی اصلا امکان نداره تو من با کسی دیگه جز تو بتونم پیمان برادری بندم، چون شبیه ها به هم پیمان برادری بندم. ابن عبدالبر میگه که پیامبر پیش از هجرت به مدینه میان مهاجران عقد و اخوت برقرار کرد، سپس در مدینه میان مهاجران و انصار عقد و اخوت بست و هر دوبار به علی فرمود تو در دنیا آخرت برادر من هستی و میان او و خودش عقد و اخوت بست. ابن سباق مالکی نویسن اهل سنت کتاب داریم فصول المهمه، میگه هنگامی که پیامبر بین مهاجران و انصار عقد و اخوت بست، علی ابن ابی طالب را با کسی برادر نساخت. پس علی با ناراحتی از نزد پیامبر بیرون رفت. نقل اهل سنت. پیامبر در جستجو او برآمد و به او فرمود آیا ناراحت شدی که بین مهاجران و انصار عقد و اخوت بستم و تو را برادر هیچ یک از آنها قرار ندادم؟ آیا راضی نیستی که مقام و منزلت تو نسبت به من همانند مقام و منزلت هارون نسبت به برادرش موسی باشد، با این تفاوت که پس از من پیغمبری نخواهد آمد؟ یعنی حدیث منزلت تو همون ماجرای معاخات با پیامبر هم نمود. در واقع پیامبر یکی از مهمترین دغدغه‌هاش برقراری عدالت اجتماعی در بین همه مردم بود. لازمه شکل‌گیری همچین عدالتی بر افتادن تضاد طبقاتی از یک سو، از یک سمت، و شکلی پیوندهای قلبیه بین آحاد مردم. دشمن میاد اون پیوندهای بین مردم رو هدف قرار میده، میگه دینه، دینو میزنه، میگه چیه مثلا نژاد، حتی اونم میزنه، میگه هویت مشترک شما ایرانی بودنتونه، اونم میزنه. برید یه سخنرانی کردم همچه در مورد آندلزاسیون، اونجا عرض کردم گفتم مراحل آندلزاسیون یک به یک داره در ایران الان انجام میشه. حالا قدیمه، حالا فکرم 6-7 سال پیش باشه، 5 سال 6 سال نمیدونم. و بعدن یک جایی مفصل سخنرانی که موضوع اسم سخنرانی یادم نیست که عرض کردم چجوری هویت سوزی دارم میکنن، عنوانی که حالا چجوری این تایتل شده که بتونید سرچ کنید، عرض کردم که آقا چطور دارن تمام اشتراکات ما رو میزنن. همون غرب و صهیونیزمی که یک روزی، خوب دقت کنید، بنا رو بر این گذاشته بود به هخامنشیان بپردازه و هدف این بود با بزرگ کردن هخامنشیان اسلام رو بزنه، کاملا تغییر راهبرد داد، شروع کرد حمله به هخامنشیان، فیلم 300 ساخت، حمله به کوروش. چون چی میگفتش؟ این بین ایرانی‌ها داره هویت مشترک می‌سازه. اینا با در زمان هخامنشیان رفتن تا نمیدونم شمال آفریقا رو رفتن گرفتن، از این ور تا مرزای چین رفتن. این خطرناکه، این خوی تمدنی تو ایرانی‌ها زنده می‌کنه. امروز نتیجه‌شو می‌بینیم. یک سری از دوستان چون این مستر پلن و این پلن بزرگ صهیونیسم رو نمی‌دیدن، بعضا تو زمین دشمن بازی کردن. متاسف دیگه گوشن ذره می‌برداشتن روی هخامنشی. ما در مورد انبیاء داریم صحبت می‌کنیم، تو بری اونجوری بررسیشون کنی. در مورد یه سری پادشاه داریم صحبت می‌کنیم، فکر کنم کافی باشه و توضیح. حمله صورت گرفت به یه فضای دو قطبی ساخت. فضای دو قطبی فضای بسیار خطرناکی، اصلا عقل و کار میندازه، آدم حرف نمیشنوه، لازم نیست کل بکشه، گوشم بکنه نمیشنوه، قفل میشه، حساس شدی رو اون آدم، شرطی شدی به اون آدم، فقط داری فکر میکنی بدترین
کلماتشو بیرون بکشی. چون خودتو یه شخصیت فایتر و مبارز میبینی، میگی من رفتم اینجا مثلا وسط رینگ الان میخوام هم دعوا کنیم، این یه اومده همون اول یه لیوان آب داره به من میده، احتمال نقشه یه مثلا کشتیکش با وسایل هم بلا سر هم دیگه میارن، لیوان هم خود تو حلقم کنه بکنه تو کلم چیه، همون اول میزنی زیر لیوانش میگه بابا اومدم به لیوان آب بدم سلام علیکی کنیم. نه داداش الان اینجا رینگ مسابقه است. وقتی جامعه رفت توی رینگ مسابقه این میشه شروع این دو قطبی ها در کشور ما سال 88 به صورت جدی اون شکاف از اون سال شروع شد. بله با دو قطبی و دو قطبی سازی مد نظرش خود شما، شما میتونستی مثلا 70% جمعیت امراض کنی، طرف مقابل 30% میخورد، 35% مثلا مخالفه، به این فکر نکردی که بالاخره این 30% چی میشن بدن؟ 30% تکی بزرگی از جامعه است. این بود که به شدت رهبری با این مسئله مخالف بود، حتی با اون حرفایی که تو مناظره بین آقای احمدی نژاد و میرحسین رد و بدل شد. میدونید دیگه فرداش در حرم امام ایشون توبیخ میکنه آقای احمدی نژاد، چرا این حرفا رو زدی؟ بعدها که آقای احمدی نژاد سال 1400 برای ریاست جمهوری میخواست بیاد، اگه خاطرتون باشه، ایشون هم بازی پیامی داد که این توصیه برادر مؤمن به مؤمن برادر مؤمن خودشه. عبارت رو دقت کنید، شما شخصیت دو قطبی سازه نه یا شرکت نکن برای انتخابات. بله یه بحث برد و باخت، یه مسئله ثانویه است تو انتخابات. جامعه اینطور دوچار شکاف شد. بچه های آقا هاشمی شلوغی میکردن، شیطونی میکردن، فساد میکردن. خب باشه همین الان یکی دوتاشون زندان هستن دیگه، معمولا این میاد بیرون، یکی میره تو فائزه، میاد مهدی، میره مهدی، میاد پست میدن دیگه، میاد چند تا داشته خبر زندان، حواست هست؟ خب اما گفتن این بله یه قصه، یه رأی‌آوری، یه چیزی داشت، اما چیو کاشت؟ این امروزو دیگه نمیشنوی شما. احمدی نژاد تو میدون هفته تیر چی گفت؟ گفت 40 میلیون آدم رأی دادن، یعنی همون 23 میلیون خودش، 24 میلیون خودش رو گفت، 40 خورده میلیون هم رأی آقای میرحسین و کروبی رو هم گفت دیگه، همه رو جمع بس کل کسی که رأی داده بودن. گفت حالا یک عده خس و خاشاک هم اینه که شروع کردن دیگه بعد از انتخابات. گفت اینا یعنی چی؟ یعنی من رأی دهنده های میرحسین رو جز خس و خاشاک نمیدونم دیگه، جمع ساده ریاضیه درسته؟ کل رای دهنده ها، هر کی رای داده رو گفت اینا مردم ایران، این تعداد ربطی ندارن الزام حرفن. اما طرف مقابل چی شنید؟ گفت تو به کسی که میرسن به تو رای ندادن گفته خس و خاشاک. شروع کردن روزنامه زدن حماسه خس و خاشاک برای میدمن، نزج گرفت، ریشه گرفت. امروز نتیجه این هاست. فرق یه سیاست مدار با یه سیاستمدار دینی در این هاست که چون به دین وصلی، مبانیت قویه، سیره پیغمبر و امیرالمومنین دیدی، خوندی، بقیه کتاب اگه میخونن تو کتابو خوردی، اینه که میدونی کجا چی باید گفت. آقای احمدی نژاد سال 86 اصلا تش رأی بگید نمی آورد. 4 سال بعد مردم می رفتن با چراغ قوه پیداش می کردن، 24 میلیون بهش رنگ، 30 میلیون بهش رنگ دادن. متوجه شدید؟ اما 88 آقای احمدی نژاد با حمله به هاشمی رأی آورد، درست یا نه؟ فقط 4 سال بعد کافی بود که مردم برن با چراغ قوه دنبال هاشمی، و خودش که رد صلاحیت شد یا تایید صلاحیت نشد بگن ولش کن، به کی رأی بدیم؟ گفت به این 3%. خودش گفت جماران دیگه، به روحانی گفت، گفت این 3-4% بیشتر رأی نداشت، من که حمایت کردم شد 50 خورده ای درصد.
وقتی ما بعضا انتقاد میکنیم از رفتار برخی از آقا من خیلی حرف ها برای گفتن دارم برای مثلا افرادی حالا تو این جبهه بندی اسم خاصی روشونه، خیلی شاید خدا شاهده بگه من 10% و 5% هم قسم شو خوردم 5% 10% حرف ها بیشتر نمیزنم، چون میدونم این حرف این دو قطبی رو تشدید میکنه. سکوت میکن. در همین جریان فوتبال شما ببینید چه هر چیزی رو که مورد این انسجام اتحاد ملی بشه دشمن میزن، هر چیزی. من اینو به شما عرض بکنم، این اتفاقات قرار بود 2-3 سال پیش بیفته، یه چیزی فاصله انداخت بین اینا. چی بود؟ شهادت حاج قاسم. یه انسجام ملی آورد رفتن عقب. این تر پومپئوه، اینو به شما بگم. سالها پیش اینا فیلماشو ساختن. ببینید برای ما هم دیشب من یه توییتی زدم، یه عزیزی یه رشته خوبی نوشته بود، من می‌خواستم اینو هم تلویزیون سخنرانی کنم. با یک برنامه هماهنگ شد بعد از برنامه ثریا، بعد متوجه شدم که دوباره ظاهراً اینا بازی جدید آوردن. خب یعنی من مطالب خیلی خوبی رسانه آماده کردم که نعل به نعل یعنی مو به مو قدم به قدم اتفاقی در عراق داشت میافتاد در ایران افتاد قدم به قدم. یعنی من خواستم اونجا اصلا فیلم به شما نشون بدم در سوریه افتاد در ایران داشت، چون مدیر و اون کسی که برنامه ران کرده بود یکی بود، همون روش داشت استفاده میکرد. شما میگه مثلا یه گوسفندی شکار کردم، میگه آقای نه گرگ نگاه کن خفش کرده، گرگ همین مدلی فقط شکار میکنه، مدلشه. عقاب یه مدل دیگه، نمیدونم یه مدلی. این چی میگم؟ فیلم هایی ساخته شد در کره توسط کره‌ای ها. برای چی؟ برای اینکه آنالیز شده بود که یک جمعیت بالای تینیجر علاقمند به کی‌پاپ وجود داره. یعنی بخشی از حرفی که امروز شما دارید داخل میشه توسط حالا تلویزیون که نذاشت، من میام توی اینترنت این حرفا رو میزنم. من بنام بر این بود که رسانه ملی تضعیف نشه واقعا. یعنی چی؟ یعنی تو این برهه یک یه صدا بیاد بیرون، مردم یه جا حواسشون جمع بشه، از یه جا مطلب بگیرن. بعد یه وقتی من یه حجت بر من تمام شد، از اون طرف هم من نمیتونم هیچی نگم، خون داره ریخته میشه تو مملکتم، نفرت داره کاشته میشه. فیلمای ساخته شده که من کاری نمیکنم، فقط فیلم رو برای شما پخش میکنم، قضاوت به خود. بعضا تا جزئیات، یعنی حتی این مدلی باشه، سالها پیش فیلم ها که 3-4 سال پیش ساخته شده، را فضا رو داشت فراهم کرد، آماده میکرد. هویت ملی هدف قرار گرفته تو بسیاری از این سریال ها، طرف دنبال شناسنامه است. قصه شناسنامه است. قصه اثر انگشته. در بسیاری از این فیلم ها و سریال ها که ساخته شده. ویودی های داخلی پخش میکرد. شما در شروع همین شلوغی ها شما نگاه میکنم تو ویدیو داره که 4 تا سری ها فقط در مورد زن داره بحث میشه. پرانتز بسته. این شکاف های اجتماعی خیلی خطرناک. بعدها خوبه بدونید در ماجرای سقیفه کسایی که میخواستن امیرالمومنین رو پس بزنن رو همین شکاف ها و گسل های اجتماعی سوار شدن. مهاجرین چطور تونستن خلافت از امیرالمومنین بگیرن؟ باید انصار رو با خودشون همراه میکردن، اومدن چیکار کردن؟ دعوای اوس و خزرج رو زنده کردن. یعنی این چینی شکسته رو که پیامبر بند زده بود، این بود که میگو فرمود که من نمیتونم به سیره جز سیره پیامبر عمل کنم. زمانی که زمان خلافت سوم عبدالرحمن ابن عوف که دید اینجا برادر صیغه عثمانه، میگه که تو قول میدی عمل بکنی قسم بخور، گفت به پیامبر بله، به قرآن بله، به سیره قبلی ها نمیتونم. سیره برخلاف پیامبره، برخلاف قرآنه، برخلاف روی کرد و جریان اصلی رودخانه اسلامه. حضرت موسی وقتی رفت با هارون چی میگه؟
هارون اخلفنی فی قومی، تو خلیفه من تو قوم منی. بعدش چی؟ و اصلح و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین. تو حق نداری حرف اونا رو گوش بکنی. جالب، مثلا جایی داریم امیرمون آیه رو میخونده، خدا کاری که من برات بکنم تو کتاب راهنمای رانندگیمون هست، افسرم ویژه باز به من گفته. قرآن کتاب راهنمای رانندگی بود، پیامبرم افسر بلا تشبیه سر چهار را، و هم تو کتاب بود آیاتشو میخون. دستاشو بسته بودن میبردن، اون ماجرایی که فاطمیه یا نزدیک دستای امیرالمومنین خالد بن ولید با تناب بست و روشن میبردن، این آیه رو میخوند: ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. همین آیه حضرت هارون دوباره میخوند. برگردیم به پیامبر، میخواد این جامعه رو درست کنه. سالها با همینجا پدر کشتگی دارن، طرف تو خیابون داره رد میشه میگه داداش منو کشت. حالا انما المؤمنون اخوه، حالا نباید اجازه بدم کسی پشتش غیبت کنه. حوایجش نسبت به بقیه محترم و مقدم بشمارم. یه پیوند جدید ساخت پیامبر برای از بین بردن کینه ها، دشمنی ها، زدودن قربت و تنهایی و مهاجرین قریبا تو مدینه. جایگزین کرد پیوند ایمانی رو با عنوان پیوند ژنتیکی، پیوند قومی و نژادی که از قوی ترین پیوندها در بین عرب بود. در بین عرب ضرب المثل بود: یار برادرت باش، ان کان ظالما او مظلوما. چه ظالم بود چه مظلوم. ما هم همینجوری متاسفانه. والا تا یه جا بینید داداشت داره دعوا میکنه چیکار میکنی؟ سوال میپرسی؟ یه دقیقه بایسته برای چی داره دعوا میکنه شما؟ یه دیگه کله میتونه صورت اون یارو همون اول. والا شما داداشت تو یه غلطی کرده. ما فرهنگ جاهلی داریم. بعد پیامبر اومد فرمود که کن للمظلوم عونا، یار مظلوم باش، خواه برادرت باشد خواه نباشد. اصلا یه دنیای جدیده. پیامبر عصایش دا فرمودن، خیر. رو آب راه رفتن، خیر. چی کار کرده؟ هم کاری که من تو میتونم انجام بدیم. برای همین اصلا معجزات این شکلی پیامبرم دارن، نم شق القمر رو چی و چی و چی رو بذاره کنار، اصلا محل استناد مسلمانان قرار نمیگیره. سیره ایشون معجزشه. کاری که ما هم میتونیم انجام بدیم. شما فکر کن آه جامعه رو فساد گرفته. جامعه پیغمبر فکر هم نماز شب خون بودن آه. کارایی میکردن تو اروپا قفلن آه. یعنی همه همجنس بازو قفلن آه. سخنرانی کردن فاطمیه هیئت عشاق الحسین در مورد همسران پیامبر، قبلش فضای فساد اجتماعی اونجا رو میگم 7-8-10 مدل نکاح داشتن. نکاح یعنی به رسمیت میشناختنش. نیکال جان 10 نفر با یه زنی زنا میکردن، بچه به دنیا میاد، بعد از کجا میفهمیم بچه اینه؟ روش هایی داشت. اگر پسر بود یه قصه بود، اگر دختر بود یه قصه ای. چهره شناسی میکردن بعد اینکه بچه خود بزرگتر میشد، بعد زنه نسبت میدادیم بچه رو به هر کسی میخواست. در ماجرا امراض همینه دیگه. در ماجرا یه بابای دیگه هم همینجوری که باز شهر میشه بگیم، اون 4 نفر شرکت کرده بودن. خب بله، میگه او را به 4 پدر بزرگوار نسبت میدادن. اینجوری بوده بابا. نکاح البدل، زناشون با هم عوض میکردن. نکاح الجمع، نکاح المقت، نکاح الخدن، نکاح الکوف، زهر مار، همینجوری داشت دیگه. این ساده تریش دوست دختر بازی و اینجور چیزا نکاح الخدن بود. و پیامبر رفت اونجا، مثلا همه زن رو جمع کرده، یه دست کشته سرشون، یهوی همه با حجاب شدن. نه جامعه رو ببین، سیره پیامبر دم دست و درد اینجاست. درد اینجاست که سیره پیامبر دم دستونه. و اون مسئول، ببخشید اینطور میگم، اون مسئول بدنه میانی مسئولین ما مطلقا با این سیره آشنا نیستن.
دو کلمه نمیدونن. من شده دیگه میرم جا سخنی دارم بحثم باشه همتون نگاه میکنم فکر کنم اینا تو جیبم در آوردم. یه دو قرنم مطالعه نکرده، 20 چند سالش بوده شده مسئول، شروع کرده فقط صبح تا شب درگیر بوده این زیرا به اونو بزن اون زیرا به اینو بزن بیاد بالاتر همینجوری، وقت نکرده اصلا چهار دو تا کتاب بخونه، یه چهار تا سخنرانی گوش کنه. اصلا دغدغش این نبوده، دعوش این نبوده، مشکلات مردمم فراوون تا بخواد به همونا رسید اصلا وقت نمونده واسش، زن و بچه خوش نمیتونه جمع کنه. بنده خدا واقع بینانه ببینید، نه اصلا صحبت اساج دار کردن قصه ها نیست. اعجاز پیامبر این بود که اینا رو دوره کاری کرد، اینو خونه هاشو من اسم کردن عجیب. و این باید زمان میگذشت که چی بشه؟ عمیق بشه اون خاطرات، بعد اون دردها چی بشه؟ فراموش بشه. حالا کسی که میخواستن قدرت رو به دست بگیرن دیدن اینجوری که نمیشه که، اونها رو یاداوری کردن. یعنی جوری شد که اوس و خزرج تن دادن به مهاجرین که اون یکی فقط خلیفه نشه، فهمیدی؟ یعنی فقط تو نشو، مهم نیست کی میشه، اینطور زنده شد بنش. و ببینید کسایی که بعد از این پیمانهای مؤاخات زنده میکردن خاطره تا اختلاف اوس و خزرج رو، برید ببینید سیره پیامبر چطور بوده تو برخورد با اینا. بمب اتم. بعد ما امروز اینجا دشمن به اینها میدمه بر این آتش، دشمنه. اما خودی ها چرا این کارا رو میکنن؟ اینا آشنا نیستن، مبانی دینیشون ضعیفه. جدی عرض میکنم مسلمونن، اما غور در سیره اهل بیت نکرده، غور در قرآن نکرده. بینی که ما رو میزونی توی قرآن یه تقلقل کنی قلقل کنی بس کتری هم بزنن قلقل میکنه، گازشو بگیری بری فرق میکنه. تو آیا آیا بشینی فکر کنی چرا این جمله رو استفاده کرد؟ چرا اینجا میگه یبن اوم؟ نمیگه داداش؟ بریم ببینم چه خبر هستن، بریم ببینم چه خبره. چرا میگه شب نمیگه روز؟ چرا میگه فلان؟ ها قرآن اینجوری بخونی دیگه. فستنتقو به نطق بکشیدش، امیران اون میفرماد میگه به حرف درش بیارید وگه نه ساکته. رابطتون با قرآن مونولوگ نباشه، دیالوگ باشه، گفتگو باید بکنی با قرآن. زنده است، قرآن حیات داره، قرآن شفاعت میکنه اون طرف، قرآن جز شاهدان روز قیامت. همین الان تو همین پیمانه اخوت بود دیگه، تو عقدنامه اخوت میگه چی؟ میگه کتبهی، کتابهای خدا را من شاهد میگیرم. پیامبر دو تا روایت براتون بخونم و این تمومش میکنم. میفرماد انسان باید برادر دینی خودش رو یارد کنه، لینصر الرجل خواه ظالما او مظلوما، چه ظالم باشد چه مظلوم. یا اینجوری گوش کن، من میفهمم برادر خودتو، برادر دینی خودتو باید یاری کنی، چه ظالم باشه چه مظلوم. این نشد که همین الان خود یه چیزی گفت، گوش کن بقیش. اگر ظالم باشد او را باز دارد، پس یاریش میکند. اینجا تو یاریش میکنی برای چی؟ برای آخرتش. آقا ظلم نکن، داری ظلم میکنی برادر من، من دلم به حالت میسوزه. و اگر مظلوم باشد که یاریش کن، این مظلوم باشه هم یاری زمینی هم که داری میگه، ظالم باشه هم بازم یاریش کن. چطور؟ یعنی که نزا ظلم کنه، برو جلوشو بگیر. این توصیه یک برادر به برادر مؤمن خودش هست. یعنی میفهمی آقا این آدم که تو این حرفو میزنه تو قرآن داره همجی میجوشه، تو سیره داره میجوشه. ولی فرق بینه کسی روزی دو جز سه جز قرآن داره میخونه، دو ساعت سه ساعت قبل از نماز صبح بیدار میشه با خدا خلوت میکنه فکر میکنه اینا، یه کسی که صبح بلند میشه تو را داره مسواک میزنه کتشو تنش میکنه، نه نه جورابش نه چرا در اداره تونسته کفشاشو باش کنه، مستربین میخواست بره سر کار. هر کس راز و عیب برادر دینی خودش رو بپوشاند، خداوند در روز قیامت عیب او رو میپوشاند. چیکار کنم اون بر عیبم پوشیده بشه؟ میگه با برادر دینی تو.
خدا راهو در این میذاره برای چی؟ برای اینکه میخواد این شکل بگیره. پس باید کاری کنیم که این شکل بگیره. پس هر کسی برخلاف این عمل بکنه کار خطرناکیه. آقا تا حقوقی رو گفتن، من 20 مورد چه تونتون فرق کوتاه کوتاه کلمه کلمه ایه براتون میخونم، تا اینک در حق اوست که اگر عدسه کرد برای او عافیت بطلبد، تا این جزء یه عدسه کرد بعد جزء حقوقش اینه که بگه سلامت بشه ان شاء الله، عافیت بشه ان شاء الله. یه لغزش هایش را ببخشاید، یرحم عبرته، در ناراحتی ها به اون محرمانی با اون مهربانی کند، عیوب و اسرارش را مخفی دارد. یه اسراری داری، یه خطایی ازش دیدی، جار نزنیم بر اون بر، اشتباهات او را جبران کند. آقا او یک کمی کاسیدش تو برو جبران کن جاش، یه تعهدی کرده نه تو آقا قرار بوده ساعت 10 صبح بیاد دنبال فلانی بری، آقا من قراره بیام، من میام دروغ هم نه، من میام، اصلا فهم کنه او اخ نکرده بود به تو هماهنگ کرده تو بری جاش، من میام جاش. عذر او را بپذیرد، نه این که دیگه شرمنده، تو اصلا امیرالمومنین فرمود برای معذور راه عذر باقی بذارید، کسی که خطایی کرده دور تا دورش نبند، بازجو نیستی، بازجو دقیقا میخواد یارو بندازه کنج گیرش بندازه، اعتراف بگیر ازش، میگه اعتراف نگیر، راه عذر باقی بذار. برای برادر این به صورت ویژه در برابر بدگویان از او دفاع کنه، غیبت او وقتی دارن غیبتش میکنن باید دفاع کنه. برادر دینی هم بیا پشت آقا چی داری میگی، اینطور نیستش اصلا، بخواد نه ما بخواد من جلسه ترک میکنم بخواد ادامه بدید. همیشه خیرخواهش باشه، یحفظ خلته، دوستی خودش کوشا باشه، یعنی هی تقویتش کنه، اینو حفظ کرده، یه طرفه نه دو طرفه باشه، اون چی که بر ذمه اوس مراعات کنه، هر چی برگردش تو وقت بیماری از او عیادت کنه، اگر مرد تو تشییع جنازه‌اش تعهد بده تا جایی میتونه، اگر من که حالات خاص پیش بیاد باید بره، دعوتش کرد باید اجابت کنه، هدیه داد بپذیره، عطایی کرد جبران کنه، یشکر نعمتو شکر نعمت او رو شکرگزاری کنه، به دوستی او رو یاری نماید، نصرتش با حسن باشه. بعضی ما یکی کمک میکنیم با اینکه دهنش آسفالت میکنیم، یه دیدی اد گفتم میگه نه، میگه خوبی، ناموس او را حفظ کند، این ناموس خودت بدونی، حاجت و نیازش رو برآورده کنه، برای نیاز و درخواستش نزد دیگران شفاعت کند، بگه من میام آقا ریش سفیدی میکنم، من آقا منظامم، عدسه او را تحییت بگوید، ترس کردم، او را شاد نماید، ببخشید او را ارشاد نماید، فلفش ندادم البته او را هم شاد نماییم که ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین که جای برادر دینی بیجه تر، شوخی های اهل بیت خودش کتاب شده، بعضی از شوخی هاشو من اصلا نمیتونم بگم اینجا، والله نمیتونم بگم، نه خانما نمیبودن، همه تون پیر مرد 90 سالم بودید نمیتونستم بگم بعضی هاشو. طرف رفته یه سوالی از امیرالمومنین پرسیده، مسئله جنسی بوده، مسئله جنسی سوال پرسه، خیلی مثلا فنی و بامزه جواب داده، آره یه تیکه مثلا انداخته بهش و یه خنده هم کرده، حضرت معروف بودن به شوخی، به شاد، لبخند در لبشون نمیافتاد، مردم میدیدنشون کیف میکردن، تو صحبت باهاشون میخندیدن نه که همش گریه کنن، حالا چهره که من تو دین داریم ارائه میدیم چیه؟ همش گریه زاری سر کله هم دیگه زدن، گریه امام حسین قصهش فرق داره، اونجا خودتون میدونی اصلا گریه که توش بهجت میاره، بعد هیئت خندت میگیره اصلا، اونجا خودتون بگیر سر شوخی ها باز میشه بلافاصله بعد هیئت. یه بنده خدایی بود
این یه خورده از از ذهنی مشکل داشت. یه دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش شد. این با ما حال میکن. خب عجیب، یعنی کار من این بود که تو هیئت میرفتیم این من اینو باید آرومش میکردم دیگه. بچه گفتم ولش کن تو، اون مسجدی که ما میرفتیم یه بالایی داشت، یه جای کوچیکی داشت، من میرفتم میشه خب هیچ نگو، سر صدا نکن. شب احیایی بود مثلا، واقعا نمیشد کنارش هم تمرکز کرد، یا یه چرت و پرت میگفت دیگه میمردی از خنده، یا عصبانی بودی از دستش، یا دوت خنده. مثلا ملت میگفتن الهی العصر، میگفت الهی ولعصر. خب الهی ول داد میزد کل مسجد میگفت. آره بعد نمیدونم جی پی اس کار گذاشته بود ما چیکار کرده بود، هر جا ما رو میده پیدا مون میکن. والله مثلا چه میدونم با پیمای بیستاده به همه بود 30,000 نفر آدم اونجا بودن، میمد ای سلام میزده شما، یا اول فضل چجوری منو پیدا میکنی لام هست. بعد خب شماره شما من سیف داشتم که جواب ندم. چهره هم سالم میگرفت ملت خیابون، گفت آقا من کار واجب دارم گوشی تو بده این شماره هم زرنگ بزن. بعد تا برمیداشتیم گفت آه ببین تو. یه بار هیئت بودیم، هیئت خونگی، بعد این خونه های قدیمیه که درهای سلت و چارلت داشت باز میشد، اصلا یه اتاق یایی میشد بخشی از حال دره چون آره اضافه میشد، خیلی جالب بود. خب همین خونه ها بود، یه دونه در معمولی هم داشت، یه میله بار فیکس هم زده بودن. بعد هیئت تموم شد دیگه، تو هیئت داشتن هروله میکردن میدویدن، این دره هم چون باز کرده همجوری میدویدن میچرخیدن. بعد آره ملت لخ شده بودن، سینه داشتن میزد تو اون هیروبیر، یه دیگه که برخلاف جمعیت این میله بار فیکس رو گرفته 1 2 3 شما فقط اون سکانس رو تصور بکنید. خب از این که رد میشدن ملت دراز میکشتن اونجا خنده که میافتدن رو زمین رو نمیسته خودشون جمع بکنن. کارش همین بود دیگه، یعنی شاد کردنه. بله حتما باید نسبت به زلالتش یر شده ده. میگه ارشادش کنی، رشدش بدی این خیلی مهمه، برادر دینی تو رشدش بدی، سلامش رو پاسخ بگه، انعامش رو گفتم بپذیره، اگر او هدیه‌ای داشت احسانی کرد بپذیره. بعد خدمت شما عرض بکنم که کلامش رو نیکو پندارد، سوگند و او را تصدیق و قبول کند. یه جا قسم خورد اصل و صحت و اینا چیزا بذاره سوگندش، با دوستش دوستی کند، نه فقط خودش، لوازم او را به رسمیت بشناسه. انی سلمون لمن سالمکم، با او عداوت نکند. چه ظالم بود چه مظلوم او را یاری کند، اگر ظالم بود او را از ظلم باز بدارد، اگر مظلوم بود که یاریش کند. این تیکه از اون روایت بود. او را در برابر حوادث بیاور نگذارد، و هر آنچه را برای خود، یعنی 30 مورد بود دیگه، برای خود میپسندد برای او هم بپسندد، به هر چه از بدی برای خود نمیخواهد برای او نیز نخواهد. این شروط مؤاخاته، شروط برادری دینی. حالا تمام اینها رو دیدید بین امیرالمومنین پیامبر بوده، من اخیه ردعن و وزیره. یعنی اینجا وقتی لفظ اخیه استفاده میکنه یه دنیا حرفه. یعنی چی؟ یعنی تو اون صیغه نامه چیه میگه؟ که میگه من قسم میخورم، شاهد میگیرم همه رو، من پا تو بهش نمیذارم اونی که با تو بره. این لفظ در مورد معصوم در مورد برخی از اصحابشون شنیدید، میبینید میگه من بهش نیستم الا که تو روبرومی. درسته؟ به سعید میفرماد حضرت وقتی نماز که میخونه، ببین یعنی به یه مرحله رسته امامش میگه داداشی. آقا داداشیم. اینا این داداشیم خیلی مهمیه. بعد شما جلوی کدوم علی ایستادید که پیامبر براش این حرفا رو زده؟ یعنی در بهشتی بودنش یقین دارید، بعد جلوش میجنگیدید، توهین بهش میکردید، پروژه حذف خودش و اولادش رو پیش بردید. نجونی دعا ندبه به این تیکه رسیدی من اخی. شما هایی که امروز بلند شد مدید دعا ندبه،
حول نخ تسبیح امام زمان دور هم جمع شدید. چقدر نسبت به بغل نسی است برادری داری؟ بگی اینم مثل من عاشق امام زمان. اینجاست که محبت شکل میگیره. اینجاست که دوستی شکل میگیره. چرا هیئتمون از کارآمدی افتادن؟ چون مؤاخات توش نیست. اگه برادری توش باشه مشکلات اقتصادی تو هیئت و مسجد حل میشه. کیس ازدواجش طرف میاد همونجا پیدا میکنه. شغلش مشکل اقتصادیش همونجا حل میشه. طرف میخواد آقا دنبال یه کارگر خوب میگرده، آدم میگه من برم تو دانودو آدم پیدا کنم. این اول از سحرخیز سر صبح کرکره رو خوب میده والا. امام زمانیه. میخوام پول بدم. یه کاری برام انجام بشه. میرم میگردم میبینم. آره اونو پیدا کنم. میگم تو بیا. جهودا چیکار میکنن؟ همینه دیگه. فقط از خودشون خرید میکنن. پول بین خودشون به گردش در میارن. شما تو این معادله معروف عرض و تقاضا اقتصادی یه ام وی مساوی پی وای، حجم پول این بر عرضه ام و وی. چه حجم پول ام بره بالا، یعنی تو یه میلیون بشه 10 میلیون، چه سرعتی گرده پوشه پول بینتون بره بالا، هیچ فرقی نداره. یکی دیگه زودش هم ضرب شده. مشکلات اینجاست که ما حالا همین نکاتی که گفتم چقدر همچین چیزی هم بحث مؤاخات فکر کنید که درسای مدرسه ما بود. اون موقع دیگه این قصه ها رو نداشتی. بعد طبقات این رده های این لایه های این هموطن من کجا قرار میگیره، همه اینا رو باید میفهمیدیم. یا علی مردم یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو یکسانن. حق یه نفری که هم کیش من نیستم و خدا در موردش میگه در خلقت با تو یکسانم چیه؟ اینا رو ببینیم. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعل الله من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه تعجل الفرج امام زمان سلامتی خودتون انشالله خداوند مهر و محبت و الفت و به مردم ما بازگردونه اون بخشش که رفته سلامت نفهم اللهم صلی الله علیه و آله